سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی ویدیو بررسی ویژگی‌های جدید ایلاستریتور 2023 بهتون گفتم که یک چیزی اضافه شده به اسم اینترتواین که خوراک طراحان لوگوه. حالا توی این ویدیو می‌خوایم لوگوی المپیک رو با همدیگه طراحی بکنیم با استفاده از این قابلیت، ببینیم که چقدر کارمون راحت‌تر میشه. پس خیلی با انرژی بریم که کارو شروع بکنیم. قبل از اینکه کارو شروع بکنیم، بیایم با همدیگه بررسی بکنیم که باید چه روش‌هایی رو در طراحی لوگوی المپیک به کار ببریم. نکنید این الان لوگوی المپیک هستش که من دانلود کردم و رنگ‌هاش هم اینجا موجوده. اینجا میتونیم ببینیم که ما باید دایره رسم بکنیم که من این کارو انجام دادم. اینجا میبینیم که یک فاصله بین دایره‌ها وجود داره که اینجا الان وجود نداره و من این فاصله رو باید به وجود بیارم. پس کار اولمون شد ایجاد فاصله بین این دایره‌ها. در گام دوم من باید چیکار بکنم؟ اینها با هم دیگه اورلپ دارن. بعضی‌هاشون اومده رو، بعضی‌هاشون رفته زیر. پس در گام دوم من باید چینش اینها رو درست بکنم. بعضی‌هاشون رو ببرم المان زیر و بعضی‌هاشو بیارم رو. و در گام سوم باید چیکار بکنم؟ این سفیدی که ایجاد کردم، حالا با هر روشی، اون رو بعد از بین ببرم. چرا بعد از بین ببرم؟ چون این عکس در هر صورت میخواد یه عکس PNG بشه که من بتونم از اون جاهای دیگه استفاده بکنم. اگر من بیام یه حاله سفید رنگی دور این دایره هم ایجاد بکنم، اون کارو خیلی زشت میکنه که حالا در ادامه هم خواهید دید. خب پس بیایم کارمون رو شروع بکنیم. پس باید سه تا کار بکنم: یه چیز سفیدی دور دایره هم درست بکنم، دو اونها رو چینشش رو درست بکنم، و سه اینکه اون سفیدی رو از بین ببرم. من آلت رو میگیرم و اینجا میارم و همشون رو استروکش رو میذارم روی اینو بذارم اینجا که کامل بتونم این رو ببینم. استروکش رو میذارم روی به نظرم 25 مناسبه. من میخوام حالا اون حاله سفید رنگ رو ایجاد بکنم. بعد چی کار بکنم؟ نکنید اینها خودش با استروک درست شده و من لازمه این رو با استفاده از یک استروکی درست بکنم. یعنی استروک روی استروک باشه. خب یعنی اگر من یک استروک سفید رو بیارم و برای این مثلا دایره آبی رنگ که خودش با استفاده استروک درست شده، این باعث میشه اون استروک سفید رنگ این فاصله به وجود بیاد. من نمیخوام روی این خودش استروک بندازم، میخوام در گام سوم بیام اون رو حذف بکنم. پس بعد بیام چیکار بکنم؟ همه این رو انتخاب بکنم، برم توی قسمت آبجکت پس و از اوتلاین استروک استفاده بکنم. خب حالا خارج از اینها من میتونم یک استروکی رو ایجاد بکنم. خب من میام مثلا استروک 8 رو در نظر میگیرم و سفید رنگ. حالا ناکن فواصل به وجود اومده، اما الان جوری نیستش که من میخوام. بعد بیام چینشش رو درست بکنم. کار اولم رو انجام دادم، حالا بعد برم سراغ کار دومم. همش رو انتخاب میکنم و میرم سراغ قابلیت جدیدی که به ایلاستریتور 2023 اضافه شده، یعنی اینترتواین آبجکت و اینترتواین رو انتخاب میکنم. میک رو میزنم و حالا جاهایی که بذار من این رو بیارم اینجا که کامل این رو بتونم نگاه بکنم. ناکن اون سفیدی که بهت گفتم اینجا سانه، اون کارو خیلی زشت کرده و ما باید این رو از بین ببریم. حالا همش رو انتخاب میکنم، میرم سراغ آبجکت و اینترتواین رو. البته من انتخابش کرده بودم، ریلیز رو میزنم که از حالتش خارج بشه. دوباره میرم این رو انتخاب میکنم و میک رو میزنم. حالا نگاه بکن اینجا الان آبی الان اومده رو. پس من شیفت رو میگیرم و روی این کلیک میکنم. الان آبی برای من اومد رو و اینجا برای من حلقه مشکی رنگ روه، اینجا برای من حلقه قرمز رنگ روه، اینجا برای من حلقه سبز رنگ روه که درسته، و اینجا هم حلقه مشکی برای من روه به این صورت. خب حالا من این کار رو انجام دادم، بیام ببینم مثل این شد یا نه. دوباره بذارمش اینجا، میبینید که الان این آبی درسته، این زرد درسته، مشکی درسته، سبز هم به همین صورت و قرمز هم بله. خب حالا من چینشم رو درست کردم، میارم اینجا چون من میخوام اکسپورت رو بگیرم به صورت PNG و حالا شاید یه نفر بیاد این رو روی یک بک‌گراند مشکی استفاده بکنه. این سفید خیلی بده. خب من بعد این سفید رو از بین ببرم. الان از بین نمیره، من اگر کلیک بکنم از بین نمیره، حتی پاکم بکنم با اون حلقه تویش پاک میشه. من بعد بیام چیکار بکنم؟ اینها رو از همدیگه جدا بکنم. من ایجادش کردم، حالا الان بعد بیام جداش بکنم. بعد برم چیکار بکنم؟ میرم سراغ آبجکت و اکسپند رو میزنم. آبجکت فیل و استروکش رو میذارم تیکش باشه و اوکی رو میزنم. حالا الان اکسپند شدم. نکته قابل توجه میبینی که اینجا یک مستطیل های آبی رنگ هستش. این اومده گفته اون ترتواینی که ایجاد کردی رو من به عنوان یک شی در نظر گرفتم، اون هم اومدم جدا کردم. حالا شما اگر بر فرض مثال الان فکر کردی اکسپند کردی کار درسته،
بیای اینجا مثلا اینجا دوبار کلیک بکنی خب، و مثلا این حلقه سفید رنگ رو در اینجا مثلا حذفش بکنی، خب این مونده و این کارت مکافات داره. البته من بعد دوبار بیشتر کلیک میکردم میرفتم توش. خب حالا بعد من بعد بیام چیکار بکنم؟ یه بار دیگه ببینم اکسپند شده یا زیاد کنترل زد زدم. خب همون زیاد کنترل زد زده بودم. پس من الان اکسپندش کردم. حالا بعد بیام بگم آقا اون اینترتوین هایی که ایجاد کردم جزوی از شکل من هستش، جزوی از طراحی من هستش. میام توی ویندو، بعدش میرم توی پس فایندر، یعنی شیفت کنترل اف 9 رو میزنم و همه رو با هم دیگه مرج میکنم. ناگهان دیگه الان اونها از بین رفتن. ضرب در میزنم و الان کارم درست شده. هم اون سفیدا رو ایجاد کردم، هم چینشمو درست کردم، همون اینترتواینم رو درست کردم و الان میمونه حذف کردن اینها. میتونیم بیای از چند تا راه استفاده کنیم که من از شیپ بیلدر استفاده میکنم. این رو انتخاب میکنم، آلت رو میگیرم که این علامت منفی بشه و اینجا یه کلیکی میکنم که این سفیدا برام انتخاب بشه و الان شکلم رو به صورت اصولی و کامل اینجا دارم و میبینید که لوگوی المپیک رو ما تونستیم خیلی راحت با استفاده از اینترتوین که یکی از قابلیت‌های بسیار خوب ایلاستریتور 2023 هستش طراحی بکنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله هم فراموش نکنید.